روز دوشنبه 20 ژوئن روز جهانی پناهنده و آوارگان هست. روز دوشنبه این نامگذاری از سوی سازمان ملل صورت گرفته. جنگ اوکراین سایه شومش رو بر سرنوشت پناهجویان انداخته و بسیاری از مبادلات و معادلات در پذیرش پناهجویان رو در اتحادیه اروپا برهم زده. یک نوع چندگانگی وجود آورده. نگاهی بکنیم به وضعیت پناهندگی و پناهجویی در سایه جنگ اوکراین در گفتگو با بهروز اسدی، فعال پناهجویی و امور پناهندگان که به تازگی یک سفری هم به یونان داشتن و اونجا از نزدیک پناهجویان مستقر در کمپ‌های مختلف در اونجا رو دیدن و با اونا دیدار داشتن. آقای بهروز اسدی، درود بر شما. درود بر شما، وقتتون و شنوندگان شما بخیر. اخیراً سفری داشتید به یونان آقای اسدی. اونجا پناهجویان همچنان مستقر در کمپ‌های پناهندگی هستن. از وضعیتون برای ما بگید. من دیشب برگشتم بعد از یک هفته سفر و بررسی شرایط و وضعیت کنونی، به ویژه اینکه در زمان کرونا بسیار بسیار سخت بود، ولی تو همین دوران کرونا اتفاقای افتاده که اتحادیه اروپا و دولت یونان در این کمپ ها اجرا کردند و در واقع بیشتر جنبه کنترل این کمپ ها رو در دستور کار قرار دادن، موردی که تا کنون به این صورت نبود. و در واقع مثلا کمپ‌های هستن، بهش میگن کمپ‌های نیمه بسته، که پناهجویان میتونن رفت آمد بکنن، ولی از نظر کنترل و دستگاه‌هایی که سوار کردن الکترونیک و مغناطیسی هستش و کسای دیگه‌ای که میخوان کمک به اینا بکنن عملاً امکان پذیر نیست. و شروع کردن به سیاست که یک سال گذشته تصویب کردن، کمپ‌های بسته ایجاد بکنن. کمپ‌های بسته در جزیره ساموس، جزیره‌ای که قبلا من هم گزارش داده بودم، اونجا وضعیت همونجور در واقع مشابه زندان هستش. یا در ماراکاسا دو که در واقع گنجایش 1000 نفر داره، عمدتا پناهجویانی که جواب رد میگیرن اینا رو میارن اینجا که احتمالاً عرصه بهشون تنگ بشه و یا از اونجا اینا رو اخراج بکنن. شرایطی که در مجموع الان در یونان هست به دو شکل دیده میشه. یکی این که 28,000 پناهجوی اوکراینی اومدن با وسایل نقلیه‌شون، عمدتاً اومدن وارد اوکراین شدن، و بقیه نزدیک به 42,000 پناهجو از سراسر دنیا وارد شدن. یعنی اینکه از سوریه، از آفریقا بیشتر از وارد یونان شدن، و یک سوم این پناهجوها از طریق دریا، به ویژه دریای اژه، وارد در واقع اتحادیه اروپا میشن. وضعیت طوری هستش که تعداد پناهجویان نسبت به گذشته بسیار کمتر شده. برای مثال روزانه 20 تا 26 30 35 نفر وارد در واقع لسبوس میشن و اینا رو تو قرنطینه نگه میدارن. موردی که قبلا روزانه صدها بودن الان به این صورت تقلیل یافته. دلیلش هم پروازه هستش که در واقع ابزار امنیتی که در مرزها درست کردن باعث این شده که پناهجویان بسیار بسیار سخت وارد آبهای دریای اژه و اتحادیه اروپا بشن، و اگر هم بشن در بعضی مواقع اینها رو برمیگردونن. لغت یا اصطلاحی هست بهش میگن پوشبک، که این سیاستی هستش که دو مرتبه جان اینها به خطر میفته، به خاطر اینکه با معضلات زیاد ترکیه رو ترک میکنن، وسط آب اینا رو نگه میدارن و برشون میگردونن و کسی از این مسئله مطلع نمیشه. مواردی که اعتراض میکردن این هستش که چرا پناهجویان اگر از حقوق پناهجویی در این دوران برخوردار هستند، حالا شکلش فرق بکنه، تفاوت قائل هستند ما بین پناهجویی که از اوکراین آمده اند و پناهجوی دیگه، به دلیل اینکه پناهجوی دیگه بایستی صبر بکنن، بایستی در اردوگاه‌های بزرگ به سر بکنن. شرایطی که برشون هست شرایط مطلوب نیست،
اما رسیدگی به پرونده اونها زودتر انجام میگیره به دلیل اینکه تعداد کارمندایی که قبلا استخدام کردن نسبت به ورود پناهجویان بیشتر هستش، بنابراین میتونن به پرونده های اینا هرچه زودتر رسیدگی بکنن و این شرایطی هستش که امروز در اونجا حاکم هستش و در واقع 20 ژوئن روز جهانی پناهجویان و آوارگان هستند. امیدوار هستیم که فشار افکار بین المللی به دولت ها به ویژه اتحادیه اروپا مبنی بر این باشه که سیاستی که قبلا گفتن و میخوان الان اجرا کنن، تقسیم تساوی در کشورهای اروپا و در واقع یک تعادل به وجود بیارن و پناهجویان بتونن آیندهی بهتر از اینی که الان دارن داشته باشن. آیا سیدی شما در آلمان هستید، این برخورد دوگانه با پناهجویان و اعمال تبعیض نسبت به پناهجویان در رسیدگی به پروندهشون یا پذیرش اونها در آلمان هم دیدین، در جای دیگه هم دیدین؟ چون شما یک سالمان سرسری هستید و کشورهای مختلف کار میکنید، جاهای دیگه هم آیا دیده شده و بعد مکانیزمش چجوریه؟ دلیلش پروازه هستید به خاطر اینکه ما قانون بود که در زمان جنگ در واقع کوزوو اینو پیشنهاد دادن اتحادیه اروپا در موارد اضطراری که تعداد پناهجویان زیاد میشن موظف هستن که این قانون اضطراری اجرا بکنن و اینا الان در مورد اوکراینیا به اجرا گذاشتن و این سراسری است، یعنی تمام اتحادیه اروپا بایستی هماهنگ اینو انجام بدن. به همین دلیل هم اعتراض دیگر پناهجویان نه تنها در آلمان، در یونان هم بود و جای دیگه هم یقینا هست، بخواد که این تفاوت، البته شما بگم که این هجوم روسیه و در واقع تجاوز روسیه به اوکراین و جنگ خانمان برانداز اوکراین میلیون ها انسان آواره کرده که بی تقصیر خانه و کاشانش رو گذاشتن، عمدتا زنان و کودکان هستن. این واقعیت هستش که باید پذیرفت و به اونا باید پذیرش داد. اما بقیه پناهجو ها میگن نسبت به قوانینی که برای اونا اجرا میشه و قوانینی که برای ما تا به حال اجرا شده تفاوت هستش و این تفاوت رو میبینن و این تفاوت باعث اعتراض آنها شده که در اصل حق دارن که این اعتراض رو بکنن و امیدوار هستیم که همونطور که رسیدگی به وضعیت پناهجویان اوکراینی در واقع در دستور کار دولت‌های اروپایی هست و آلمان هست، بخشش هم تا حدودی در مورد پناهجوهای دیگه اجرا بکنن. برای مثال مثلا پناهجوهای اوکراینی در سراسر آلمان رفت و آمدشون ایابازوهاشون مجانیست با قطار با اتوبوس اینها، در مورد پناهجوهای دیگه اینطور نیست. بنابراین تفاوت رو احساس میکنن، این تفاوت رو لمس میکنن و این باعث اعتراض بیشتر پناهجوها شده که میگن ما پناهجوها رو دوگانه به هم برخورد کنن و این دوگانگی موجود هست و باید هم پذیرفت به دلیل اینکه شرایط اوکراین نسبت به بقیه با این وضعیتی که هست، مثلا عمدتا مثلا با ماشیناشون اومدن اینجا، یا در یونان اکثر پناهجوهای اوکراینی با وسایل خودشون اومدن. اینها تفاوت‌هایی هست که دیده میشه، ولی برای پناهجویی که زیر فشار هست این تفاوت رو نمیتونه در واقع حذف بکنه، تبدیل به اعتراض میشه. چگونه اعتراض میکنن؟ به شکل‌های مختلف هستش و در واقع حالت این است که آقا چرا این وضعیت اینجوری است اگر ماها طبق کنونسیون ژنو بایستی یگانه به ما برخورد بشه، و این دوگانگی باعث این شده که سازمان‌های دیگه هم در این مورد تلاش بکنن، بگن آقا اون مواردی که در مورد پناهجویان اوکراین دارید انجام میدید حدوداً بخششو یا بخشنشو در مورد پناهجوی دیگه هم انجام بدید و جوابگو باشید. آقای اسدی، الان مراکز عمده در جهان که این بورنجی و بحران پناهندگی و پناهجویی وجود داره، چون برحال مسئله مهاجرت بسیار مهمه در دنیای امروز، جاهایها که داره صورت میگیره، حالا بیشتر قلوش اروپا هست یا جای دیگه هم مسئله پناهجویان مسئله مهمیست؟ مثلا پناهجویان افغان به کشورهای همسایه میره، از جمله در ایران، یا اینکه مثلا در برمه، در آمریکای لاتین، در کولومبیا، مثلا کولومبیا، اوگاندا، اینها کشورهایی هستن که پناهجوی دیگر رو پذیرش کنن. شما حساب توجه بفرمایید در سال 2021 8 میلیون پناهجو و آواره به کشورهای ترکیه، اوگاندا و کولومبیا وارد شدن.
این خودش خیلی مهم استش که این 8 میلیون تقسیم میشن و این واقعیت استش که کشورهای همجوار یا کشورهای نزدیک بود، کشورهای بحرانزا که یا جنگ داخلی هستش یا جنگ هستش یا از نظر سیاسی انسان‌ها تحت فشار هستن، جایی که اولین جا پیدا کردن اولین کشورهای نزدیکشون هستن و ترکیه حجم زیادی از پناهجوها را قبول کرده و مثلا اوگاندا اکثر پناهجوهایی که در اطراف هستن به ویژه از سودان و جنوب سودان در اوگاندا به سر میبرن. من در سالی که 1995 در اونجا بودم این مسئله رو اون موقع به خاطر که پناهجوهای رواندایی هم اونجا بودن دو برابر بوده و الان هم هست و هیچ تغییری نکرده. شرایط انسانی بسیار بسیار و وضعیتشون از نظر شرایط معیشتی و انسانی بسیار بسیار بد هستش و اینا رو رها کردن. متاسفانه فوکوس تو اروپا بیشتر هست و اونها رو به فراموشی سپردن و این فراموشی باعث میشه که این مسئله آوارگی همینجور به حالت خودش که مونده هیچ، تازه داره روز به روز افزایش پیدا میکنه و اگر تعداد پناهجویان در دو سال پیش 60 میلیون بوده الان به 80 میلیون آواره و پناهجو سراسر دنیا رو تسخیر کردن و این موج ادامه دارد، به ویژه بعد از گرسنگی که به زودی در افریقا شروع خواهد شد. این در واقع به خاطر هم اتحادیه اروپا هم الان دست به اقداماتی میذاره برای جلوگیری ورود و این هجوم به حق داره وارد خاکای میشه که میتونن جوابگو باشن من جمله اتحادیه اروپا. این وضعیت کنونی هستش. یکی از مراکز مهم پناهجویی که اتحادیه اروپا با پرداخت پول و هزینه‌های زیاد پناهجویان رو اونجا نگه می‌داره و مثلا در لیبی بوده. بله. الان لیبی چگونه است؟ اونجا یک سری زندان‌ها، یک سری اردوگاه‌ها ایجاد کرده بود خود اتحادیه اروپا. الان اونجا چه وضعیتی داره؟ بله. ورود ماها، سازمان‌های خیریه، انجمن‌های حقوق بشری، دفاع از حقوق کارشناسان در اینجا ممنوع هست و هر کسی هم هر کاری میکنه به صورت غیر قانونی انجام میده. بخشیش کلان‌های درست کردن، گروه‌های درست کردن که شکل‌های مافیایی دارن که اینها در واقع کارگزار دولت‌های مرکزی هستن و سعی می‌کنن که در واقع پناهجوها را اونجور که دلشون می‌خواد نگهداری بکنن و خیلی از پناهجوها حاضر هستن حتی شرایط بد رو قبول بکنن و بمونن به امیدی که بتونن به کشورهای دیگه و امن‌تر بیان. بخشی هم برمیگردن بخاطر که فشار در اونجا زیاد هست و ورود پناهجو چی میگن خبرنگارا، کسایی که کار می‌کنن بسیار بسیار سخت هستش. همین در اروپا من با مشکلات بسیار زیادی وارد اردوگاه موریا، جایی که قبلا آتش گرفته بود اون اردوگاه رو برپا کردن که 11,000 نفر درش وجود داشتن، الان 1,000 تا هستن. تعداد پلیس‌ها الان تقریبا 500 تا هستن و وجب به وجب اونجا رو زیر کنترل دارن و ورود ماها در واقع چه میگن امکان پذیر نیست به صورت علنی وارد بشیم و نمیگذارن. به خاطر هم مجبوری دست به ریسک بزنی حالا ماها یا خبرنگارا وارد اینجا بشن. لیبی هم بدتر از اونجا است بخاطر که دورتره و در واقع حصاری که دور مرزهای لیبی در این زمینه هستن بسیار سخت هستش و هر نیروی یا جریانی بخواد دخالت بکنه باید با اجازه کمیسار عالی امور پناهندگان باشه که اونم یک پروسه داره و در واقع سازمان جهانی پناهجویان IOM که اون هم به هر حال یک سازمانی هستش که تعریف خودش واسه خودش داره. آیا هستی نظر راجع به این طرحی که بعضی از دولت‌های اروپایی دارن و از جمله بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا این رو خواست اجرایی بکنه، البته دادگاه اتحادیه اروپا جلوش رو گرفت، یعنی انتقال بعضی از این پناهجویان به کشورهای دیگه، اون کاری که در انگلیس خواستن منتقل کنن پناهجویان رو به رواندا، چرا؟ این واقعا باعث تأسف هست. نمیدونم حالا منی که رواندا رو از نزدیک دیدم موقعی که جنگ بین رواندا و هوتسی بود و اونجا در واقع یک ماه اقامت داشتن دیدم و شرایطش تغییرات اساسی رخ نداده بلکه قدرت اونجا هستش و این قدرت وابسته به اتحادیه اروپا هستش به خاطر زمان کلونیال تا الان و کاری که انگلیس میکنه خلاف تمام موازین بین المللی و حتی خود اتحادیه اروپا هستش و اروپا هستش چون اونا میگن ما آقا خودمون مستقل کار میکنیم و در واقع این شکستی که الان پذیرفتن باعث میشه که بقیه کشورها بدن که به این سادگی نیست. رواندا باید مشکلات خودش حل کنه. میلیون ها
در واقع کسایی که در رواندا هنوز در کنگو یا زئیر سابق در بوکاوو و گوما زندگی میکنن، حاضر نیستن برگردن. میلیون ها خب چه شکلی میشه این طور کشوری فقط با پول خرید و بگن آقا اردوگاه های درست کنن، کمپ های بزنن، کانتینر که از انگلستان فرستادن سوار بکنن که اینا نگه دارن. و این الان اولین بار به شکست خورده، ولی بلی بر نیست که دو مرتبه، چون که دادگاه عالی ممکنه نظر عکس بده و اینا رو به خاطر سمبولیک برگردونه. آقا چرا دولت ها منجون دولت انگلیس به فکر چنین طرحی میافتن؟ به خاطر که جلوگیری از ورود پناهندا بکنن، بگن آقا شماها قابل پذیرش برای ما نیستید، و سعی میکنن که با از این طریق با فشار افکار عمومی و فشار به پناهجویا وادارش میکنن که صرف نظر بکنن برای اینکه ورود به کشورهای مثل انگلستان یا ایتالیا. این کارو استرالیا هم کرده بود. بله استرالیا هم کرده. الان دانمارک و اینا هم پول دادن به لیبی، میگن آقا همونجا اگر میخوان بیان دانمارک، یکی گفت میخوان بیام دانمارک، یا الان از دانمارک هم سیاست این هستش که اگر بتوانن اینا رو که مثلا از افریقا میان برگردونن، که اونجا هم دست به اعتراض زدن. بله استرالیا، ولی الان استرالیا به شکست خورده. استرالیا هم مجبور شده که تمکین بکنه بعضی از مسائل و موارد و بخش رو آزاد بکنه، و این در واقع خلاف کلیه موازین در واقع حقوق بشر هر چیز بیا کنونسیون ژنو که تمام اینا امضا کردن در 1951 و 53، اینا در خلاف هستش و در واقع اونجایی که منافعشون ایجاب میکنه قانون هم زیر پا گذاشته میشه. و این مسائل مواردی هستش که تازگی نداشته و تازگی هم نخواهد داشت و شاید نوعال و شکلهای دیگهش به وجود بیاد. یکی از دلایل مشخص مثلا کشورها مثل ایران بیشتر دلایل سیاسی هستش، دلایل سیاسی عدم امنیت، در واقع پایمال شدن حقوق زنان، گرسنگی، تشنگی باعث میشه که، یعنی اون چیزی که کنونسیون ژنو تصویب کرده بایستی سالهای پیش تغییر پیدا میکرده. مواردی که ما بارها خواستیم و در واقع آوارگی و پناهجویی شکل و فرمش تغییر کرده و بیشتر از این هم تغییر خواهد کرد. بنابراین این موردی هستش که در مورد بقیه کشورها هم صادق هستش، و در واقع تا موقعی که کار اساسی در رابطه با ریشه‌کن کردن این مسئله و مسئله در واقع دست قاچاقچیان بین‌المللی، شما میدونید که یک سوم پولهایی که رد و بدل میشه در رابطه با همین قاچاقچیان انسان هستن که پناهجویان ملعبه دست اینها هستن، و این یکی از بازارهایی هستش که تو یک سیستم کار میکنه. قاچاقچی به تنهایی قادر نیست این کار رو انجام بده، قاچاقچی انسان، بلکه تو این سیستم کار میکنن، و این شرایطی هستش که میلیون ها و این میلیون ها اضافه خواهد شد که کمتر نخواهد شد. چرا؟ به خاطر که کنسپت یا برنامه جهانی نیست که بتونن مسئله در واقع علل فرار رو بررسی بکنن و برن به دنبال در واقع ایجاد کار. یکی از مهمترین وسایلی که در افریقا هست موردی که نیست، بخاطر که کشورهایی که پول دریافت میکنن کشورهای خود فاسدی هستن و وابسته به پول هستن که از اروپا یا از دنیا به اینا میره. اینها در اصل میگن ما این کار رو انجام میدیم، ولی هیچ کار اساسی که کمک به انسانهایی که باعث تصمیم گیری میشه که خاکشون رو ترک بکنن نمیشه، بلکه اینها رو باز میگن آقا جوابگو نیست. و این مواردی هستش که کشورها یکی خودشون فاسد هستن و پولی که دریافت میکنن در خدمت با پروژه ها نمیزنن. یکی از پروژه هایی که مثلا میتونه کمک بکنه پروژه آبرسانی و در واقع کشاورزی هستش، موردی که میتواند اگر با برنامه‌ریزی درست، ولی چون که فساد هست و در واقع دست اندر کار هستن نمیگذارن این کار انجام بشه. خب خیلی ها بی خانمان میشن، خیلی ها بی چیز میشن، مجبور هستن راه حل دیگه پیدا بکنن. نکته مهم این هستش که بیشترین پناهجوهایی که الان وارد کشورهای دیگه میشن نسل جوان هستن، و جوانان هستن که در واقع دنبال یک آینده بهتری هستن، که من فکر میکنم بخشی از اینا اگر امکان پیدا نکنن شاید وضعیتشون بهتر از قبل نخواهد بود، شاید هم بدتر شاید خواهد شد. مواردی که مثلا من الان مثلا در آتن مشاهده کردم و در واقع باهاشون صحبت کردم، این جوانان هیچ گونه آینده و آینده‌نگری برای خودشون ندارن، بخاطر که امکانات واسه شون نیست. و این شرایطی امروزی هستش که در واقع چه در اروپا و در کشورهای دیگه به مراتب بدتر از اروپا هستش، و در واقع کار در واقع غیر قانونی یا سیاه میکنن. مثلا در ترکیه الان بازار کار زیاد شده و در واقع امرار معاش میکنن، یا مثلا جوانایی که در سراسر آتن با گاری
کارتون جمع میکنن که شب بتونن 15 تا 20 25 اورو در بیارن، امرار معاششون است، عکس و ایناشون رو من خدمتتون ارسال کردم. این وضعیت عمومی پناهجویان هستن که در واقع در کشورهای دیگه میان به صورت پناهنده در واقع پناه میبرن، ولی شرایطی که برای شما حاکم هست ایدئال نیست. آیا هستید در پایان شما درخواست فوری و اصلیتون، درخواست عمدتون چی هست در رابطه با اروپا؟ من انسانی تر بشه راه حل های مسئله پناهندگی. بله، اول چیز رعایت حق و حقوق هر پناهجو طبق مصوبات و موازین بین‌المللی، موردی که تا به حال عملا پایمال شده است. یک. دو، اینکه اتحادیه اروپا اگر بتواند پیشنهاد پروژه‌ای که چندین سال در موردش بحث کردن و به اجرا میخوان بذارن و در واقع در پارلمان اروپا تصویب بشه، تقسیم مساوی پناهجویان طریق دریا، بله این مشکل اساسی. اگر واقعا اتحادیه اروپا به این برسه که کشورهای اروپا، حتی کشورهایی که میگن آقا ما ظرفیت نداریم و خرجش رو میدیم و خرج رو بدن، بتونن در واقع تقسیم بکنن، هم فشار به یک کشورهای مشخصه که مرزی هستن مثل یونان کم خواهد شد، و هم که پناهجویان آینده بهتری در کشورهای اروپایی میتونن داشته باشن. یکی از موارد این هستش. یکی هم این که حق و حقوق و در واقع داشتن موازین بین المللی در مورد پناهندگان رعایت بشه، موردی که عملا پایمال میشه. مواردی که مثلا الان در بریتانیا در با در واقع اخراج در واقع وحشتناکی که میخوان در مورد پناهجویان به رواندا بکنن، این با هیچ گونه موازین بین المللی چی میگن مطابقت نداره. یکی از موارد این هستش. و زمانی رسیده که بایستی اتحادیه اروپا و در واقع جهان نسبت به این موضوع عکس العمل مناسب نشون بده. دیگه شما نمیتونید امروز به فردا بکنید، بگید آقا امروز خوراکش رو میدیم فردا ببینید چی میشه، به خاطر اینکه موج بیشتر و بیشتر. بهروز اسدی، با عرضی موفقیت برای شما. قربان، وقتتون بخیر. پوزش از این که وقفه در پخش اتفاق افتاد. مقصر من بودم. میبخشید. عجب من روزتون بخیر.